Bismillahirrahmanirrahim. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليهم ومنهم من غزا نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. میفرماید که برخی از مؤمنین یا از میان مؤمنین مردانی یا مردمانی هستند که صدقوا ما عهد الله عليه و اون عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند. من هم من قضا نحبه بعضی ها نقششون ایفا کردند، دورانشون تمام شد، نمایش زندگی رو به آخر رسوندند. و من هم من ینتظر، بعضی ها در نوبتند، در صفند. و ما بدلو تبدیلا، اینا پیمان خدا رو با هیچی تغییر ندادن، این رو دکان دنیا نکردن. در طول این مدت با یک هدف واحد زندگیشون رو تمام کردن. تسلیت عرض میکنم خدمت اعضای خانواده بزرگ دکتر یزدی، دوستان، خویشاوندان، همفکرانی که از گذشته در امریکا با ایشون بودند و همه حضار محترم. به سهم خودم هم به عنوان یکی از اعضا و وابستگان نهضت در خارج از کشور تشکر میکنم از برگزار کنندگان جلسه و همه کسانی که نقش داشتند. به هر حال دکتر یزدی یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار، چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، قابل شک و تردید نیستش که حداقل در این چهار دهه بعد از انقلاب، اگر نگیم جزو پنج شخصیت تأثیرگذار، حداقل جزو ده شخصیت تأثیرگذار در سرنوشت سیاسی مملکت ما بوده. یادتون هستی چند سال پیش مارکل هارت اون کتابش هست 100 شخصیت تأثیرگذار تاریخ رو وقتی نوشت، با اینکه خودش یهودی ضد اسلام هم بود، پیامبر اسلام رو به عنوان بزرگترین تأثیرگذار در تاریخ جهان معرفی کرد. بعد از اونم ظاهرا مجله فایب هر سال 100 شخصیت رو در زمینهای علمی هنری نمیدونم انواع رشته‌های مختلف. به هر حال در ایران هم دکتر یزدی یکی از شخصیت‌های بسیار تعیین کننده در تحولات سیاسی بعد از انقلاب بود، به تردیدی درش نیست. و قبل از اونم بین 60 تا 70 سال اون کتابی که خودش نوشته 60 سال صبوری و شکوری، ولی خب از قبل شروع کرد و ولی از اون دوران ابتدای فعالیت های سیاسیش رو بگیریم، 60-70 سال در متن مبارزات سیاسی برای آزادی حقوق ملت، امنیت و مبارزه با استبداد بوده. بنابراین از چنین شخصیتی، چه موافق باشیم چه مخالف، میشه درس هایی گرفت. بررسی زندگی دکتر یزدی و استفاده از تجربیات او یک گنجینه است به نظر بنده. دکتر یزدی دین بزرگی به ملت ما داره، بخش های مختلف، گروه های مختلف، گرچه خیلی هم مخالف او هستند. طبیعی هم از هر کسی وارد مبارزه سیاسی بشه، هر کسی بخواد یه تغییراتی در هر جامعه‌ای به وجود بیاره، طبیعتاً مخالفین هم خواهد داشت. دیگه بالاتر از حضرت علی که تا 2 قرن بعد از هر نماز او رو لعنت می‌کردند طرفدارای معاویه مردم شام، هم منافقینی مثل معاویه اون گروه باش مخالف بودند و هم مذهبی های قشری مثل خوارج، هم انقلابیون سابق مثل تنبور زبیر، در 3 جبهه با
او مخالف بودن آخرم همون مذهبی ها اون رو در واقع قرار کردن. طبیعیه وقتی اون الگوها بیش از اون چه که موافق داشتن مخالف در زمان حیاتشون داشتن، طبیعی هم از وقتی که کسانی هر حال از صحنه خارج میشن با وابستگی هایی داشتن چه که بخوان در واقع راست و دروغ به هم بباقن، یا گروه هایی که رقیب بودن این گروه های چپ های سابق که یک به هر حال تضادهای عقیدتی بود، ولی به هر حال اگر به کل جامعه برگردیم به نظرم یزدی دین زیادی به گردن ما داره. من سعی کردم در این وقت کوتاه اشاره بار فقط خدمتتون عرض کنم. اول دین دینی، یعنی دینی که گروه های مذهبی، گروه های اسلامی دکتر یزدی به گردن اونها داره. خب کسانی که در امریکا بودن به خاطر دارن که اولین تشکل اسلامی دانشجویی رو حدود 50 سال پیش و دیگه مقداریم بیشتر جناب آقا به دوستان دیگه حتما خیلی دقیق تر میدونه، قبل از اون خبری نبود. بنابراین امروز در هر شهری، در هر ایالتی از ایالتهای امریکا که مسجدی یا انجمن اسلامی تأسیس شده، واقعا این دین رو دکتر یزدی به گردن او داره که به عنوان السابقون السابقون او پایه‌گذار بود، هم در تأسیس انجمن های اسلامی. آن دو هفته پیش در کالیفرنیا در اوکلند یه مراسمی بود، دو سه تا از اون برگزار کنندگان که از قدیمی ها بودن گفتن ما همه شاگردای دسته دوم سوم دکتر یزدی بودیم که 25 سال پیش اینجا رو تأسیس کردیم، این مرکز خیلی بزرگی در شمال کالیفرنیا هست. اتفاقا در تأسیس MSA Muslim Students Association، اون انجمن اسلامی گسترده از ملیت‌های مختلف، درسته دکتر بهادری نژاد دکتر مرشد نقش اولیه رو داشتن، ولی دکتر یزدی هم پا به پای اونها بود و در تأسیس شاخه فارسی زبان یه نقش بزرگی ایفا کرد. تأسیس فیلینگ، مؤسسه فیلینگ که این تحقیقات اسلامی رو انجام بده در امریکا، به هر حال از یادگارهای روز که نمیدونم فکر میکنم الان دیگه کاملا ترتیب شده باشه. من یک سال قبل از انقلاب سال 1356 برای یه مدت کمی یه ماهی آمده بودم امریکا. اتفاقا مصادف شده بود با یک جلسه بزرگ، یک اجتماع بزرگ دانشجویان مسلمان که حدود 2000 نفر جمع شده بودن و سخنرانمون جلسه آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد بودن. خدا نجاتشون بده از این اسارت و گرفتاری 6 ساله هم داره هم گذشته. آقای دکتر سروش هم همون موقع دعوتش کرده بودن آمده بود اینجا. یعنی من گمان نمی کنم که در ایران بشه مگر اون سخنرانی که دکتر شریعتی داشت یک همچین جمعیتی رو فراهم کرد، همون دانشجو. بنابراین این دین رو داره اونا که تو امریکا بودن با دکتر بودن میدونن چه حال و هوایی داشت. در زندان هم زندانای امریکا تبلیغ میکردن، جناب آقا هم حضور داشتن و از همکاران ایشون در این برنامه بودن. این تنها در بین ایرانی ها نبود، این امکان رو به هر حال دستگاه های مربوطه به زندان ها گذاشته بودن که این فعالیت ها رو در اونجا انجام بشه. وقتی هم که به ایران برگشت، کلاس های قرآن در منزلشون هر هفته برقرار بود و ادامه هم داشت و برها تألیفات متعددی هم ایشون در مورد مسائل قرآنی چه تفسیر چه مسائل موضوعی انجام داده. همطور که میدونین دکتر یزدی از 16 سالگی موقعی که در دبستان بود وارد این فعالیت ها شد، یه انجمن
به نام دانش آموز نشریه ایران داخل از همون آغاز جوانی و بعدم که خب ادامه داد دوران دبیرستان و دانشگاه من به اجمال عرض میکنم این یه دین نیست که در واقع هر کسی که دستن در کار فعالیت های سیاسی باشه به صورت گروهی اطلاع دارند که دکتر یزدی چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور چه نقش عمده‌ای داشته. دین دوم دین نیست که به گردن کسانی که طرفدار ملیت، وطن پرستی، ایرانیت هستن ملیون داره در واقع. از همون دوران جوانی خودش به خداپرستان سوسیالیست پیوست، دکتر نخشب و شریعتی و آشتیانی و حتما آشنا هستیم، فرصت نیست وارد این مسائل بشن. بعد از اون نهضت دکتر مصدق که پیش آمد وارد مبارزات نهضت ملی شد، در جریان در واقع مبارزات ملی شدن نفت قرار گرفت و خب بعدم شرایط چون خیلی سخت و تنگ شد به خارج از کشور آمد. بعد از انقلاب هم جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت رو که یه ترکیبی بود از گروه های ملی مذهبی و در واقع سکولار جبهه ملی یه عضو بسیار فعال اونجا بود، هم در تشکیلات و هم در انتشارات نقش کاملا کلیدی داشت. یکی از دوستانی که اتفاقا از اون جنب از طرف های ماست نقش دکتر یزدی رو میگفت که اگر اون نبود این جمعیت میخوابید، انقدر نقشش مؤثر بود. به هر حال حدود 60 یا 70 سال مبارزه با استبداد کرده به خاطر آزادی ملت، حقوق مردم و ارزش هایی که همه بهش باور داریم و آرزو داریم تحقق پیدا بکنه. به هر حال زندگی رو میبینیم در جهت خدمت به خلق خدا، به مردم بوده و از نظر فرهنگ تحذب هم میخواییم توجه بکنیم. من هرچی مقایسه کردم به نظرم نرسید که شخصیتی قابل مقایسه با دکتر یزدی از نظر پشتیبانی از تقویت فرهنگ تحذب و کمک به گذر ملت به دموکراسی. یک کار در واقع تشکیلاتی طولانی، 5 دهه کار تشکیلاتی کرده، کادر سازی کرده دکتر یزدی. وقتی که دکتر یزدی برگشت به ایران انقلاب شد، تقریبا میشه گفت تمام هیئت اجرایی نهضت آزادی از تربیت شدگان او بودند. همه میدونید که اصولا عادت ما ایرانی ها تکربیه، فردی خیلی ها میدرخشد، ولی شخصیت دکتر یزدی در جمع بود، عادت داشت به تیم ورک، با بقیه کار میکرد. من سال 56 که عرض کردم به امریکا آمدم، همون شبی که وارد شده بودم گفت یه جلسه داریم، دوست داری بیایی؟ رفتم نشستم، یه جلسه شاید 40-50 نفر بوده. تمام مدت می‌دیدم که یا یادداشت رد می‌کنه به این جوانا یا با چشم ابرو اشاره می‌کنه، همه رو مشارکت می‌داد که حرف بزنم، اظهار نظر بکنم. خودش تو اون جلسه حرفی نزد، ولی من برام که از ایران اومده بودم همیشه عادت به کار فردی داشتیم خیلی تعجب کردم که این چطور همه رو داره به کار می‌گیره. حتی چندین سال پیش که برای سرطان آمد امریکا، سال 82 اون موقع به هر حال در بیمارستان بود، دوستان نهضتی همه زندان بودن، در اون حالتی که تو بیمارستان بود از اونجا داشت رهبری میکرد، به یه نفر زنگ میزد تو دبی تو راجع به این موضوع تحلیلی بنویس برای دفاع از اون دوستان. همه کسانی که جوان بودن این برای خودش فقط اداره میکرد، به هر کسی میگفت که راجبه این تحقیق کن، اینو بنویس، تو بیراستاری بکن، تو بده تکثیر بکن. خیلی عجیب بود برای ما که یک کسی در اون حالت در واقع بیماری خودش اینقدر تسلط به کار گروهی داشته باشه. یکی از جوانا
به من میگفت من در عمرم چیز سیاسی نداشته بودم ولی یکی از بیانیه‌های بسیار مهم و اساسی نهضت در اون موقع به اصطلاح پیشنویسش رو نوشته بود. یه جوانی که اصلا در فقط وابسته به یکی از اعضای نهضت بود اینطور میتونست از دیگران کار بکشه. در واقع فرهنگ تعصب که از کردن شما اگر الان مراجعه بکنید به سوابق نهضت مقاومت ملی یا نهضت آزادی حدود فکر میکنم 30 جلد سوابق نهضت چاپ شده. از همون موقع که توی امریکا بود اون نشریه پیام مجاهد اینا یه جلد چاپ شده. فعالیت‌هایی که تو امریکا داشتن دوران نهضت مقاومت ملی اون نشریه باهاشیه بیهاشی نهضت آزادی از موقع که آمده برای هر سالش یک کتاب چاپ شده. من ندیدم در هیچ یک از احزاب سیاسی ایران یک مجموعه منظم مدونی وجود داشته باشه که دیگران بتونن مراجعه بکنن تحلیل بکنن. و واقعا این رو ما مدیون دکتر یزدی هستیم، اون ذهن در واقع تشکیلاتی و منظم و برنامه ریزش همه چی رو در واقع به صورت خیلی کلی میدید، باز میدید و همه چیز میخواست ثبت و ضبط بشه. الان شما به راحتی میتونید این دوران 40-50 سال اخیر ایران رو از اون موقع که نهضت مقاومت ملی تشکیل شد تا حالا تمام بیانیه‌ها، تمام نشریات رو در واقع ببینید. اینا در واقع دینیست که کسانی که وارد سیاست هستن، وارد مبارزه سیاسی میخوان بشن، کار حزبی بکنن، این یه گنجینه است، یه دستاورده است. نمیخوام بگم کارش درسته، میخوام بگم یه تجربه بسیار با ارزشیه که بالاخره یه کاری شده تو این مملکتی که مرحوم پدر میگفتن که ما ایرانی‌ها یا با هم کار نمی‌کنیم، کار حالا یا ورزشیه یا بیزنسه یا مذهبی یا سیاسیه، یا اگر هم دور هم جمع میشیم که یه کاری بکنیم حتی تجارت، بعد از چند سالی آنچنان به تیپ هم میزنیم که اون سلام علیکمونه یادمون میره دیگه. ولی این که یه نفر بتونه 50-60 سال کار بکنه با دیگران و قهر نکنه، رنجشی پیدا نکنه، باشه با این جمع، البته همه مخالف موافق دارن، این خودش خیلی جالبه که چطور یه آدم میتونه در واقع توجهش به کار گروهی باشه و کادرسازی. نه تنها وقتی برگشت به ایران در واقع نهضت آزادی کادر پیدا کرد، آدمایی که به هر حال تجربه داشتن و آموزش دیده بودن تو خارج از کشور به یک نظاماتی یا قاعده، ما تو ایران خب همینجوری اوترین محفلی به هر حال کار میکنه دیگه، دور هم هست، آدم هم قهر میکنن و زود از هم میپاشه. ولی این که هم همراه خودش کسانی رو در دورانی که بعدن هم در اپوزیسیون قرار گرفت با خودش آورد و هم یه عده زیادی جذب حاکمیت شدن، خیلی ها هنوز هستن، کسانی که خب خط سیاسیشون عوض شد، نه که مخالف با دکتر یزدی بوده باشن بلکه ترجیح دادن که میخوان تو سیستم باشن که از اون طرف خدمت بکنن. دین دیگه به گردن موافقان رژیم فعلی و طرفداران ولایت فقیه، یعنی اگرم کسانی به هر حال سنگ نظام فقاهتی روحانیت فعلی رو به سینه میزنن، دکتر یزدی کسی بود که در اون 15 سالی که آقای خمینی در نجف بود با قطب‌زاده مرتب میرفتن اونجا، اطلاعاتی میدادن، کمک میکردن. بعدم دکتر یزدی بود که آقای خمینی رو آورد پاریس، ایشون که فکر میکرد که میتونه بره کویت یا جای دیگه، خب در اونجا آورد و رفتن خبرنگارا رو دیدن و بهار به خبرنگارا در واقع میگفتن چه چیزایی بپرسن پاسخشو میگفتن که دنیا چی میخواد، در چه شرایطی هست. در واقع یکی از کسانی که نقش بسیار موثری در تسریع انقلاب داشت دکتر یزدی بود. بنابراین اگر خیلی طرفدار رژیم موجود هستن یا حزب الله هستن، در هر حال نمیتونن این رو انکار بکنن که
نقش او به عنوان مهمترین مشاور آقای خامنه‌ای چه در نوفلوکشاتو چه قبل از اون قابل انکار نیست. اما یه دین علمی هم از که من مجموعه فهرست وارد در وقت هم همون شد بفرمید چیز تمامش میکنم خیلی دیگه مزاحمتی جا نمیکنم. دین در واقع به جامعه دانشگاهی تألیفات یا ترجمه هایی که درباره ژنتیک مولکولی داره حتما دیدین، یا راجع به مغز انسان اون کتاب خیلی مهمی رو جهان سکندی رو کتاب قطوری هم بس ترجمه کرد، یا در مورد سرطان خودشم قبلا تو لابراتوار سرطان کار میکرد و تحقیقاتی و یک نظریاتی هم داشت. شنیدم از آقای دکتر نوربخش شنیدم که ایشون اولین کسی بود که رابطه اسبستوس که تو ایران پشم شیشه میگن یا پنبه کوبی رو با سرطان ریه ایشون در واقع کشف کرد. نمیدونم ایشون شنیده بودن به هر حال چه بود نوشته راجع به مرج البحرین کتابی نوشته بود، مطالعاتی راجع به آبهای شورشیرین و اقیانوسا کرده بود. هر حال فرصتی نیست خدمتتون عرض بکنم با جزئیاتش، اما چیزی که شاید جدایی از این هاست یه دین، حالا اگرم سیاسی نباشیم در واقع اون دین اخلاق و مدار بودنش، اون اخلاقی و حسن روابطش. هم خندان بود، خوش خلق بود، خوش برخورد بود، خوش بین بود و این خیلی مهمه تو کارهای جمعی که آدم اصطلاح اونو به منکسره نباشه. معمولا آدم هایی که خیلی رئیسن بالان خیلی نمیجوشن با دیگران، ولی همیشه دکتر یزدی رو در حال تبسم میدیدیم، بسیارم خوشبین. مصاحبه‌ای هم که این اواخر باش کرده بودن خیلی خوشبین بود با آینده ایران، در حالی که آدم نمیدونه آخر کجا شیش اون چی که روز به روز آدم میبینه در واقع در این قرد دیروزه، ولی واقعا خوشبین بود و امیدوار بود. یک مثل اینکه خطی جریانی میدید که رو به رشته. همجوش و همدوش جوانان بودن، این هم نقطه خیلی مهمیه که دکتر یزدی با اونه که خیلی به جای فرزند او بودن خیلی صمیمی بود، خیلی راحت زندگی میکرد. تو ایران مرتب جمعه کوهنوردی میرفتیم، حتی با شهرستانهای واحدهای شهرستانی نهضت، حتی برنامه های 3-4 روزه پیاده روی تا شمال از کوههای مختلف، خیلی عادی با جوانا، خیلی صمیمی. این هم یه برحال امتیاز مهمی است که او داشت. یکی دیگه عرض کردم اما بیزاری از تکلویش بود، او کار اجتماعی میکرد. شخصیتش در واقع هویتش تو گروه بود، حالا چه موقع تو امریکا بود انجمن اسلامی، چه موقع تو نهضت بود. در خمالت هم معمولا آدم ها دوست دارن که خودشون جلد پیدا بکنن، ولی من ندیدم دکتر یزدی به سایتی، نمیدونم تو تلگرامی، نمیدونم این سیستم ها که افراد هستن، خب خیلی هم خوبه، ولی اون تمام تلاشش این بود که اونچه که میدونه استعداداش رو تو گروهی که داره کار میکنه بریزه، به نام در واقع گروه تمام میشه. دنبال قدرت هم نبود، دنبال حجت بود. او در واقع اگر بعد از انقلاب ساخته بود با آقای خمینی بدون برو برگرد رئیس جمهور بعدی اون بود، در یک پوزیشن خیلی بالاتر از نظر ارتباط با آقای خمینی نسبت به بنی صدر قرار داشت. ولی او دنبال یه پرنسیپ هایی بود، وقتی دید داریم از اونها دور میشیم خیلی راحت گذاشت کنار رو، کشید به همون جریانی که قبل از انقلاب بود. دید استبداد سر جای خودشه، استبداد در واقع سلطنتی تبدیل به استبداد دینی شده که بسیار سخت‌تر و خطرناکتر و گسترده‌تره. بنابراین با کسی عقد و خوبتی نبسته بود که برای همیشه در کنار او باشه، تا اون موقعی که احساس میکردن که به هر حال رهبر انقلاب به هر حال نیروی اصلی ارزش ها هست و میتونه پیش ببره با ایشون بود، ولی بعد دوستانه با مسالمت آمیز در واقع کنار گرفت. اما آخرین نکته این هدفداری دکتر یزدی تو زندگی، اون نکته ای که در ابتدا عرض کردم که یک عمر این هدف رو پیگیری کرد، تغییر جهت نداد، نوسان نداشت که بر حسب روزگار این طرف اون طرف بره. یه
قرآن اشاره میکنه، میگه ان سعیکم لشتا، تلاش های شما تو زندگی پراکنده است، چون هدف ندارید، انرژیاتون هرز میره این برابر. ولی دکتر یزید از آدمای موفقی بود که هدفش رو مشخص کرد و تمام انرژیش رو سعی میکرد در اون مسیر کانالیزه بکنه و بدون احتجاج در اون جهتی که به حال میخواست رفت. این آیه در قرآن اومده میفهمد تلک امتون قد خلت، اینا مردمان هدفدار جهتداری بودن. خود امت این معنای هدفداری رو میرسونه، اینا گذشتن، یعنی صحنه حیات رو ترک کردن و نقششون ایفا کردن. لها ما کسبت فلکن ما کسبتون، اونا دستاوردشون متعلق به خودشونه، شما هم دستاوردتون متعلق به خودتون. ولا تسألون عما کانوا یعملون، شما از اون چی که اونا انجام دادن سوال نمیشید، بازخواست نمیشید. به هر حال دکتر یزدی معصوم نبود، مطلق نبود، مثل هر انسان دیگه ای، هر کسی دیکته بنویسه غلط هم تو دیکتش میشه پیدا کرد، هر کسی وارد سیاست بشه به هر حال میشه ایب و ایراد آدم گرفت. ولی مهم اینه که آدم صادقی بود، آدم خداپرست و خادم ملت بود و تا اونجا که میتونست در توانش بود سعی کرد که خدمت بکنه به مردم. دیگه ما مسئول خودمون هستیم و بازخواست از عمل خودمون میشه. برای اون عزیز سفر کرده از خدا مغفرت و رحمت آرزو میکنیم، برای خودمون توفیقی که از خدا میخوایم به ما بده که ما در این وقت باقی مانده عمرمون بتونیم کاری بکنیم، نقشی داشته باشیم و بندگی او رو با خدمت به خلقش رو بکنیم. خیلی ممنون از توجه. No.